حمله هوایی اسرائیل به ایران. پاسخ ایران چه خواهد بود؟ آیا وعده صادق سه در راه است یا نه؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. همونطور که کم و بیش در جریان هستید، حمله شبانه اسرائیل به مواضع پدافندی و کارخانجات نظامی ایران که در تاریخ 26 اکتبر سال 2024 با نام روزهای توبه به صورت یک عملیات ترکیبی پهپادی و موشکی با کمک عوامل موساد در ایران و شرکت جنگنده های نیروی هوایی ارتش اسرائیل در قالب حملات محدود با ریزپرنده های انتحاری منتاج شده در خود ایران و موشک های بالستیک هواپایه با شلیک از آسمان سوریه و عراق شکل گرفته. اولین حمله رسمی یک رژیم یا کشور کوچک علیه ایران بعد از جنگ 8 ساله با عراق این اقدام اسرائیلی ها محسوب میشه. مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی کشورمون بیشتر در مورد هر گونه حمله مستقیم اسرائیل به تأسیسات نفتی و نظامی ایران هشدار داده بودند و عملیاتی که بامداد امروز علیه مواضع نظامی ما انجام شد در واقع عبور از تمامی خط قرمزهایی محسوب میشه که در طی 45 سال اخیر علیه این رژیم ترسیم شده بود. علل خصوص که برخلاف پیشبینی ها اسرائیل در این حمله مستقیما مواضع ارتش رو مورد هدف قرار داده و تا بدین لحظه شهادت 4 نفر از نیروهای پدافندی ارتش در این حمله تایید شده. میشه گفت با در نظر گرفتن قوانین و تبصره‌های سازمان ملل متحد و عرف بین الملل، الان یک موقعیت گل رایگان برای نیروهای مسلح ایران فراهم شده تا حمله‌ای با ابعاد وسیع و بسیار مخرب رو بدون ترس از محکومیت توسط مجامع جهانی انجام بده. چون این اولین حمله مستقیم اسرائیل به خاک ایران، اون هم نه علیه مواضع و اماکن سپاه پاسداران بلکه علیه ارتش ایران محسوب میشه که باعث شهادت دلخراش و جانگداز 4 نیروی پدافند هوایی که ارتش کشورمون هم شده. از اونجایی که فعلا هیچ شهیدی از سپاه پاسداران نداشتیم و سایت های پدافندی ارتش مستقیما مورد هدف حملات قرار گرفتن، میشه گفت بهترین زمان و بهترین بهانه برای شرکت نیروی هوایی و پهپادی ارتش در عملیات انتقام جویانه علیه اسرائیل فراهم شده. البته جنگنده های ما توانایی پرواز مستقیم و اجرای عملیات بمباران بر روی فلسطین اشغالی رو ندارن و این عملیات با تسلیحات دوریستا مثل موشک های کروز هواپایی آسف یا موشک فجر 4 هواپایی میتونه صورت بگیره. جت های بمب افکن سوخو 22 یگان هوایی نیروی هوافضای سپاه و سوخو 24 های نیروی هوایی ارتش توانایی حمل و شلیک موشک های کروز مادون صوت آسف رو دارن که نسخه هواپایی موشک سومار محسوب میشه و میتونه علیه تاسیسات انرژی اسرائیل پرتاب بشه. از بعد غیر عملیاتی هم پاسخ ارتش به جنایت اسرائیلی ها میتونه به صورت استراتژیک انجام بشه، بدین صورت که با تاسیس پایگاه دریایی در کشورهای سوریه، سودان و یا یمن میتونیم کنترل دریایی خودمون در آبهای دریای مدیترانه و دریای سرخ رو تقویت کنیم. مخصوصا که 2 زیردریایی اتمی کلاس دلفین اسرائیل هم به صورت دائمی در این 2 دریا مستقر هستند و در جنگ احتمالی علیه ایران موشک های کروز پوپای رو با کلاهک های متعارف و یا نامتعارف اتمی به سمت ایران شلیک کنه. به جز پایگاه دریایی، 1 یا 2 پایگاه هوایی و پدافندی هم میتونه مشترکاً توسط ارتش و سپاه در کشور سوریه تأسیس بشه تا دست نیروی هوایی ارتش برای حملات عمقی علیه فلسطین اشغالی کمی بازتر بشه. همچنین حضور سامانه‌های پدافندی و راداری در این پایگاه‌ها میتونه در صورت حملات هوایی اسرائیل علیه ایران بازدارنده باشه و نقش سکوی هشدار، اون هم هشدار زودهنگام رو برای سامانه‌های پدافندی مستقر در خود ایران ایفا کنه. اما بحث اصلی‌تر انتقام احتمالی ایران استفاده از ظرفیت موشکی کشور علیه رژیم اسرائیل. ایران تا به امروز 2 عملیات موشکی تحت عنوان وعده صادق علیه اسرائیل اجرا کرد که مورد اول با شلیک 120 تیر موشک بالستیک و حدوداً 100 الی 200 تیر موشک کروز و پهپاد انتحاری شاهد 136 انجام شد و مورد دوم با شلیک 200 تیر موشک بالستیک در 2 موج نزدیک به هم اجرا شد. نیروی هوافضای سپاه تا به امروز از موشک‌های نقطه‌زن خودش مثل خیبرشکن و قیام 2
و اماد در عملیات‌های وعده صادق استفاده کرده که در تعداد بسیار محدود به سمت فلسطین اشغالی شلیک شدند. طبق برآوردها ایران 15 الی 20 هزار تیر موشک بالستیک با قابلیت دسترسی به اراضی اشغالی فلسطین رو داره که حدوداً 500 الی 1000 تیر به صورت همزمان از لانچرهای متحرک و سیلوهای زیرزمینی میتونن پرتاب بشن. اکثر پایگاه‌های موشکی ایران یا در داخل کوه‌ها قرار دارن و یا توسط آشیانه‌های بتنی محافظت میشن که در صورت پاسخ متقابل موشکی اسرائیل علیه این مقرها لانچرها کمی آسیب می‌بینند و از اکثر تجهیزات اما حفاظت لازم انجام میشه. احتمال داده میشه که پاسخ موشکی ایران به رژیم اسرائیل این بار با شلیک‌های پیاپی در چند موج انجام بشه. پیش‌بینی میشه که مرحله اول جهت اشباه و انهدام سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل با موشک‌های هایپرسونیک فتا و نسخه‌های هدایت ناپذیر قطر انجام بشه. موشک‌های فتاح و خیبرشکن دو در صورت تجهیز به کلاهکی با آشیانه یا به راداری میتونن با دقت بیشتری بدون نگرانی از بابت راهگیری توسط سامانه‌های مثل تاد و پیکان 3 ظرفیت اصلی دفاع بالستیکی اسرائیل رو نابود کنن. مرحله دوم احتمالاً جهت آسیب به باندهای پایگاه‌های هوایی اسرائیل با هدف سرکوب کردن توان هوایی اونها انجام می‌گیره که از موشک‌های نقطه‌زنی مثل حاج قاسم، اماد 2، خیبرشکن 1 و جهاد استفاده میشه. اما نقطه عطف حملات ایران در مرحله سوم با شلیک موشک های خرمشهر و سجید با کلاهک خوشه‌ای یا همون بارانی برای نابود کردن بخش قابل توجهی از جنگنده های ارتش اسرائیل انجام خواهد شد که هر دو موشک تا به امروز علیه هیچ هدفی خارج از کشور استفاده نشدند و کارشناسان نظامی منتظر عملکرد موشک سوخت جامد سجید با سرعت شیرجه 15 ماه و موشک سوخت مایع خیبر با کلاهک عظیم 1.5 تنی هستند که میتونن صحنه‌های زیبایی رو در فلسطین اشغالی رقم بزنن. موشک‌هایی مثل سجیل و شهاب 3 و خرمشهر کلاهک سنگینی رو هم می‌کنن که میتونن در موج سوم آسیب‌های جدی و سنگینی رو علیه پایگاه‌های هوایی و پادگان‌های نظامی اسرائیل وارد کنن. در این صورت احتمال تلفات‌گیری از دشمن هم بالاتر میره و رژیم اسرائیل به دلیل ترس از هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی و صنعتیش در موج دوم احتمالاً به این ماجراجویی با ایران پایان بده، چون در غیر این صورت تمامی تأسیسات مهمش به صورت کامل شخم زده میشه. در صورت تغییر یافتن توان هوایی و پدافندی اسرائیل میشه روی پهپادهای انتحاری ارتش و سپاه مثل شاهدهای 238 و کیان با پیشران‌های جت هم حساب کرد که میتونن حملات دقیق‌تر با تخریب بیشتری رو انجام بدن. اما همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، فارغ از حجم موشک‌ها و پهپادهایی که قراره در وعده صادق 3 علیه اسرائیل شلیک بشن، ایران باید پایگاه‌های فرامنطقه‌ای خودش رو در کشورهای مثل سوریه و یمن تأسیس و به شدت تقویت کنه تا توان بازدارندگی نظامی کشور در مقابل اسرائیل و حتی آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کنه. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه نهایت لذت رو برده باشید. رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپارم.